السلام علی غریب الغربا. غربت انتهای تنهایی است و تنهایی آغاز راه بی نهایت های غروب گون غروبی تیره و تاریک است و آنجا همان مأوایی است که صلای هولناک منعکس از نهیب های شمشیر های بر سنگ عداوت صیقل داده شده فردایی را به تصویر می کشند که تمامی تصاویر مبهوت چنین و چنان صحنه ای هستند که دامنه حزنش تمام ابنای عالم را در خیش به ناله وادار می نماید و غربت همان است که ریشه در غریبی دارد و چقدر دردآور است غریبی که همه او را می شناسند. می دانند او روزی بر زانوی خاتم الانبیا مسند نشین مسند محبت بوده است. می دانند او روزی بر شانه های رسول مکرم اسلام مأوایی به وسعت بی نهایت های عشق داشت. می دانند او پدری چون فاتح خیبر دارد و مادری چون ام ابی های رسول خاتم و برادری که سفره کرامتش عرش گستر بود و می دانند او حسین است که با لبهای خشکیده از فرط عطش آنجایی که سنگها و چوبها به همراهی شمشیرها و خنجرها او را نشانه گرفته بودند مقصد برپایی چه قیامتی را داشتند و می دانستند آنچه را که اتصال به یکی از آنها می توانست مانعی باشد لااقل به نیم جرعه‌ای طفل رضیعش را سیراب کنند و شاید می توانستند خیمه هایش را به آتش نکشند و می توانستند اهل حرمش را به اسارت نبرند و یا او را نیزه نشین عداوت ننمایند پیکرش را میدان تاخت و تاز اسبان کینه توزی ننمایند لااقل مانع از زخم ها گردند که نعل تازه مسبب آن بوده باشد می توانستند او را یاری کنند که مؤذنش اربن اربان نشود و سقای رشیدش سچاک نگردد چه مفهومی دارد غریبی و آن هم غریبی که آشناست و آن هم آشنایی که به خاک و خون کشاندنش نیتی جز خاموشی صدای توحید بر فراز مأذنه ایمان را به همراهی نخواهد داشت غریبی که غریب تمامی آنهایی است که غریبند کجای صفحه های تاریخ جز حسین چنین غریبی می شناسد و یا چنان او را به خود دیده است غریبی که همه او را و نسبتش را با رسول خدا می دانستند چه شد که مفهوم غریب الغربا را به تفسیر نشست آن هم با حنجری که خنجر عداوت بر آن فرو نشست به نام او و به همراهی نجوای غریب گونش از سویدای سینه سوخت فریاد برمی آوریم که السلام علی غریب الغربا.